چرا رژیم نمیتونه بحران ارزیش رو مهار کنه. گفتگوی داشتیم با آقای احمد شریف، مشاور اقتصادی بین المللی از مصر که مقیم عربستان هستن. اولین سوالمون این بودش که علت اینکه رژیم ایران در کنترل بحران ارزی و مهار اون ناتوان هست چیه؟ السلام عليكم. أولا أنا سعيد بتواجدي في البرنامج معكم. أحب الأول أوضح للسادة المشاهدين أن عملية تحرير سعر الصرف. خوشحالم که در برنامه شما شرکت کردم. دوست دارم اول برای بینندگان روشن کنم که کنترل قیمت ارز از اقدامات معمول دولت هاست. این شیوه توسط دولت ها به کار گرفته میشه تا جلو ضرر و ورشکستگی رو بگیرند. اما برای محقق کردن کنترل نرخ ارز و آزادسازی اون یک مجموعه شروط اساسی لازمه تا موفق بشه. از جمله اینکه سیاست ارزی باید یه سیاست درست و متناسب باشه تا ارزش پول کشور یه ارزش حقیقی داشته باشه. منها ان يكون سياسه الصرف المستخدمه سياسه سليمه، بمعنى ان يكون سعر الصرف بتاع للعمله بتاعها سعر حقيقي. النقطه الثانيه ان الدوله لابد يكون عندها شرط دوم اینه که دولت باید یه سیاست روشن و واضح برای اجرای این سیاست ارزی داشته باشه. شرط سوم اینه که سیاست اقتصادی دولت باید یک ثبات کلی داشته باشه. شرط چهارم اینه که این اقدامات باید در شرایط و فضای سیاسی و اقتصادی مناسبی صورت بگیره. شرط پنجم هم اینه که وقت مناسبی برای اجرای طرح‌های مقابله با بحران وجود داشته باشه. شرط خامس هو التوقيت المناسب. لو نظرنا لهذه الشروط وتطبيقها على الحاله الايرانيه حالا اگه شما به این شروط نگاه کنید میبینید که موضوع ایران یه موضوع سیاسی با وضعیت های ناپایداره که ناشی از تحریم های غرب در قبال برنامه اتمی رژیم ایرانه. بنابر نکاتی که گفتم، نه زمان و نه فضای مناسب سیاسی برای رژیم ایران وجود نداره که بخواد با بحران ارز مقابله کنه و ارزش ریال رو کنترل کنه. بله، سوال بعدیمون این بود که رژیم برای اینکه بازار معاملات طلا و ارز رو به سمت بانک‌ها و سپرده‌گذاری سوق بده اقدام به افزایش نرخ سود سپرده کرد، اما همچنان شاهد هستیم که افزایش نرخ دلار و طلا اضافه میشه و علت رو پرسیدیم. عملية الإجراءات المتخذة لضبط سوق الصرف هي انواع كثيرة. اقدامات اجرایی زیادی برای کنترل بازار ارز و از بین بردن بازار سیاه وجود داره، از جمله استفاده از ذخایر مالی داخلی برای پوشش دادن به تقاضاهای داخلی، کاهش سهمیه ارز مسافرین خارج کشور، افزایش حجم صادرات و کاهش حجم واردات. اجرای این اقدامات برای از بین بردن بازار سیاه یه امر عادیه، اما همونطور که تو جواب سوال قبلتون گفتم، قیمت ارز در قبال پول ایران یه قیمت واقعی نیست و نرخ ارز متغیره. در نتیجه کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه نمیتونه روی پول ایران حساب کنه و از اون استفاده کنه. سعر الصرف هو سعر غير حقيقي للعملة الإيرانية، وبالتالي المستثمر في خلال العام